سحرگاه روز دوشنبه، وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزه و پژمان فاتحی، چهار زندانی کرد در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. رسانه‌های ایران صبح دوشنبه 9 بهمن از بازداشت داوود قفاری معروف به داوود هزینه در ترکیه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری میزان، این شهروند ایرانی مقیم ترکیه با دستور قضایی مقام‌های جمهوری اسلامی به اتهام اداری سایت‌های قمار و با حکم جلب اینترپل در ترکیه بازداشت شده است. پیشرفت عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر تحسین جامعه بین المللی را برانگیخته است. آمریکا تلاش‌های پادشاه سعودی در نوسازی اقتصادی و توسعه اجتماعی را ستود. بریتانیا به پیشرفت‌ها در حقوق و فرصت‌های زنان اشاره کرد و بلژیک نیز به طور ویژه بر پیشرفت پادشاهی در زمینه حقوق زنان تاکید کرد. شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در شهر سان فرانسیسکو با برگزاری تجمعی خواهان توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. تجمع این چنینی از چند روز به این سو به همزمان با اعدام محمد قبادلو آغاز شده و تاکنون در چندین شهر جهان برگزار شده است. رضا پهلوی در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد در حساب ایکس خود در شبکه اجتماعی نوشت: جمهوری اسلامی همزمان علیه مردم ایران و جهان اعلان جنگ کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده صبح دوشنبه قیمت دلار آمریکا از 57700 تومان عبور کرد و وارد کانال 58000 تومان شده است. قیمت هر سکه طلای تمام نیز به 33 میلیون و 900 هزار تومان رسیده. بنابر گزارش‌های رسیده، نیروهای امنیتی برخی از فعالان بازار ارز را در ساعات ابتدایی روز بازداشت کردند. مقام‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل به این نتیجه رسیدند که شمار چشمگیری از تسلیحات حماس در حمله‌های 7 اکتبر 2023 و در جنگ نوار غزه از منبع باورناپذیری به دست این گروه رسیده است: ارتش اسرائیل. عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران، در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد با اشاره به یک شعر کردی نوشت: برای شهید وطن گریه و زاری لازم نیست. آنها که در دل ملت زنده‌اند نمی‌میرند. کردستان ساکت نخواهد نشست. سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار چین به جمهوری اسلامی درباره امنیت کشتیرانی در دریای سرخ را رد کرد و افزود: چنین چیزی مطرح نیست و نمیدانم این خبر از کجا منشأت گرفته. احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی انتظامی، گفت که در پی درگیری مسلحانه اخیر مرزبانان با یک گروه مسلح در منطقه مرزی جکیگور در استان سیستان و بلوچستان، یک نفر از اعضای این گروه کشته شده و دو نفر دیگر متواری شدند. امیر عبداللهیان در دیدار با وزیر خارجه پاکستان گفت: تروریست‌ها در مرزهای ایران و پاکستان توسط کشورهای ثالث هدایت می‌شوند. باشگاه استقلال با انتشار یک اطلاعیه پرکنایه خبر داده که اردوی این تیم در دبی با تصمیم جواد نکونام لغو شده، در حالی که باشگاه استقلال به درخواست سرمربی تیم مقدمات برپایی اردوی 8 روزه در دبی را فراهم آورده. صبح امروز اما جواد نکونام اردوی آماده سازی استقلال در امارات را لغو کرده.